زید رضی الله عنه شتابان به سوی مقصد براه افتادند و کاروان قریش را غافلگیر کردند. در آن هنگام کاروان قریش در کنار برکه‌ای به نام فرده اطراق کرده بودند. صفوان و نگهبانان کاروان راه جز فرار نداشتند، بنابراین بدون کوچکترین مقاومتی گریختند و زید تمام اموال کاروان را به غنیمت گرفت. در این حمله مسلمانان راهنمای کاروان و بر روایت دو نفر دیگر را اسیر کردند و غنایم فراوانی از جمله ظروف نقره که 100,000 درهم ارزش داشت به دست آوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از جدا کردن خمس این غنایم بقیه را بین افراد سریه تقسیم نمودند و راهنمای کاروان قریش فرات ابن حیان به دست پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام آورد. این نیز مصیبتی سخت دیگری بود که قریش پس از جنگ بدر بدان گرفتار شدند و بار دیگر بر اندوه و پریشانی آنها افزوده گشت. قبیله نامدار قریش تنها دو راه پیش روی داشت: یا باید دست از غرور و سرکشی بر می داشتند و راه صلح و دوستی با مسلمانان را در پیش می گرفتند، و یا با جنگ تمام عیار و فراگیر عزت و شوکت از دست رفته خیش را به دست می آوردند و از این طریق همه نیروهای مسلمانان را نابود می کردند تا دیگر سلطه‌ای پیدا نکنند. مکه راه دوم را در پیش گرفت و قریشیان تمام توانشان را برای انتقام و رویارویی با مسلمانان بکار بستند و تصمیم گرفتند با مسلمانان در درون سرزمینشان بجنگند. حوادث پیش آمده زمین ساز جنگ احد بود.
حرکت به سوی احد.